به نام خدا، سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم یه مثال دیگره با هم دیگه حل بکنیم، مثال یک هشت کتاب. مثال خیلی مهمه و معمولا مثال های المپیاد با این حل میکنیم، حتما اینو تو ذهنتون همیشه داشته باشه. گفته که ثابت کنید مربع هر عدد فرد به صورت هشتگاه به اضافه یک. اینا بخوام تعبیر فارسیش بکنیم چیه؟ یعنی اینکه به تعبیر فارسی هم زیرش بنویسم، یعنی اینکه مربع اینجوری بنویسم، باقی مانده تقسیم مربع هر عدد فرد بر 8 برابر است با 1. خب این تعبیر فارسیش. اما بریم ببینیم چه شکلی میتونیم اثباتش بکنیم. یه عدد فرد اثبات، من از چپ به راست می‌نویسم، عدد فرد رو معمولا الان گفتیم یا به صورت دو آموزش با دو کار می‌نویسن، دو کار به اضافه یا دو کار به منفی. اینجا چون سعی هم میتونه باشه، ما به صورت اینجوری هم میتونیم بنویسیم، دو ان به اضافه یک. شو. پس آمون عددمون رو میگیم آ که فرده، و هم ببینیم که آیا مربعش به این فرم هست یا نه. ما میخوایم اثبات بکنیم که آیا مربع آ به فرم هشتگاه به اضافه یک هست یا نه. خب ما دنبال همچی چیزی هست. سمت چپا که الان میدونیم چیه، سمت راستا نمیدونیم چیه. بریم بسازیمش ببینیم میتونیم به این فرمت برسیم یا نه. بریم کارهای جبری رو بکنیم. طرف اینا به توان دو میرسونن، میشه آ دو مساویس با دو ان به اضافه یک به توان دو. از اتحاد اول استفاده میکنم، یا حتی مجموعه دو جمله ای تو جلسه یه چهارم فکر کنم اینها رو توضیح دادم. بریم حتما ببینیم اگه یادتون رفته. آیا میشه چی؟ چهار ان دو به اضافه یک، چهار ان به اضافه یک. خب علامت چی کار بکنم؟ ببینم میتونم یه هشتگاه، این یه کرکه دارم، ببینم از تو این میتونم یه هشتگاهی چیزی در بیارم یا. خب من اگه بیام از این عبارت، از این عبارت اولیه یه چهار فاکتور بگیرم، چه اتفاق میفته؟ میشه n دو به اضافه n به اضافه یک. یه کرکه داریم، کاری باش نده. خب حالا باز اگه من بیام این n دو به اضافه اینا یه تجزیه داخل اون چیز بکنم، داخل مربع، یعنی بنویسم n در n به اضافه ای یه فاکتور بگیرم به اضافه یک مساویست. خب طبق اون چیزی که تو مثال یک هفت داشتیم، گفتیم که n در n به اضافه یک زوج میشه، درسته؟ یعنی یه یادآوری اینجا نداشته باشم، ما اثبات کردیم که n در n به اضافه یک این زوج آد میکرد، دو آد میکرد n در n به اضافه یک. یعنی چی؟ یعنی ما میتونستیم به جای n در n به اضافه یک بذاریم دو کا، درست شد؟ خب حالا من به جایش میذارم دو کا، چه اتفاق میفته؟ در نتیجه مساویست با چهاره که بذارم اینجا جاش میذارم دو کا به اضافه یک مساویست با، خب چهار دو در این ضرب میشه، میشه هشت کا به اضافه یک و به همون چیزی که خواستم رسیدم. پس در نتیجه آ دو که سمت چپ اینجا باشه مساویست با هشت کا به اضافه یک. پس اون قضیه که یا همون مثالی که داشتیم ما اثبات کردیم و نشون داریم که باقی مانده هر عدد بر هشت، هر مربع هر عدد فرد باقی مانده تقسیمش بر هشت برابر با یک، درست شد؟ خب این جلسه کوتاه بودش، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. نکته کامنتی هم بود برام حتما بنویسین.
این لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.